فصل 13 از کتاب نانآور. فردا ظهر وقتی که پروانه و نوریا تنها بودن، پروانه گفت: شماها که یکدیگر رو ندیدین، پس چطور؟ نوریا گفت: البته که ما یکدیگر رو دیدیم، آنها سالها در همسایگی ما زندگی میکردن. البته آن موقع او فقط یک پسر بچه بود، ولی من فکر میکردم که تو تصمیم داری که درست رو ادامه بدهی و معلم شوی. نوریا گفت: گوش نمی کنی، مادر دیشب داشت می گفت من به مدرسه خواهم رفت. پدر و مادر او هر دو تحصیل کردن و اجازه خواهند داد که من به مدرسه بروم. در ذهن ما به مزار شریف خواهیم رفت، آنجا زندگی خواهیم کرد. آنجا در کنترل طالبان نیست و مدرسه ها کماکان برای دختران باز است و هیچ گونه منعی برای تحصیل و کار کردن دختران نیست. حتی آنها قرار است که بعداً مرا به دانشگاه هم بفرستند. تمام این مطالب را خانواده داماد در نامه مفصل نوشته و توسط یکی از اعضای گروه خانم ورا به دست ما رسیده است. نامه را پروانه گرفت و خواند و گفت: ولی من هنوز گیجم و خیلی سوال دارم. آیا تو واقعا مایل به این ازدواج هستی؟ نوریا سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت: به زندگی من نگاه کن. من از زندگی در حکومت طالبان متنفرم. تمام روز و شب بایستی در خانه محبوس باشم و از یک بچه کوچک نگهداری و باقو معنوس باشم. کلاس های جدید هم آنچنان نیست که مرا راضی کند و در ضمن امیدی هم نیست که ادامه داشته باشد. هیچ آینده‌ای در اینجا من ندارم، ولی در مزار شریف می توانم به مدرسه بروم، دیپلم بگیرم، بعد هم به دانشگاه. می توانم در بیرون از خانه بدون برقا و چادر قدم بزنم. بعد از فارغ التحصیلی شغل خوبی پیدا کرده و کار خواهم کرد و تا حدی معنی و مفهوم زندگی را بچشم. روزهای بعد وقتی که پروانه در خارج از خانه بود، مادر و خانم برا بحث گفتگویی در مورد نوریا و ازدواجش داشتند. سپس آن را با پروانه در میان گذاشتند. مادر گفت: ما تصمیم گرفتیم که برای مراسم عروسی و تدارک آن به مزار شریف برویم. ما همگی در مزار مهمان عمت خواهیم بود تا تدارکات انجام شود. سپس نوریا به خانه شوهرش خواهد رفت و ما هم در اکتبر به کابل برمیگردیم. ولی پروانه با حالت شکایت گفت: ما نمیتوانیم همگی کابل را ترک کنیم. اگر پدر را آزاد کنند و او به خانه برگردد، ما اینجا نیستیم و پدر نمیداند که کجا و چطور سراغ ما را بگیرند. خانم ورا حرف پروانه را قطع کرد و گفت: من اینجا خواهم ماند. وقتی که پدر برگشت به او میگویم که چه اتفاقی افتاده. از او نگهداری خواهم کرد تا شماها برگردید. مادر گفت: من که نمیتوانم نوریا را به تنهایی به شهر غریب بفرستم. برای مراسم و تدارکات عروسی حتما بایستی با او باشم. تو هم یک دختر بچه 11 ساله هستی و نمیتوانم تو را تنها بگذارم و بایستی با من همراه باشی. پروانه پاهایش را به زمین زد و گفت: من نمیایم. و مادر با جدیت گفت که تو همان کاری را میکنی که شنیدی. کوچه گردی و پرسه زدن این طور تو را بی‌ادب و وحشی کرده. تو فکر میکنی که همه چیز میدانی و بزرگ شدی؟ ولی پاسخ پروانه تکرار شد: من نمیایم. و همینطور پاهایش را به زمین میزد. خانم برا طبق معمول با متانت و درایت پادرمیانی کرد و گفت: پروانه، مثل اینکه پاهای تو احتیاج به حرکت دارد. خب پس برو مقداری آب بیاور که حداقل کاری هم کرده باشی. پروانه عصبانی سطرها را برداشت و در اتاق را به شدت پشت سر خود بست. پروانه 3 روز تمام قهر و اوقات ترخ تا اینکه مادر گفت: خیلی خوب، حالا می توانی اون اخم‌ها را از صورت خود برداری و خوشحال باشی، چرا که ما در نهایت تصمیم گرفتیم که تو را همراه خود نبریم. تا اینجا پیش خانم برا خواهی ماند. البته که این تصمیم جدید ربطی به رفتار بی‌ادبانه و گستاخی تو نداشته. ما اگر تو را همراه خود می بردیم، نمی دانستیم که تو را به عنوان کدام عضو فامیل معرفی کنیم. عمه راز ما را نگه خواهد داشت، ولی از دیگران مطمئن نیستم. اگر راز ما برملا شود و کسی بفهمد، با مشکلی بزرگ مواجه خواهیم شد.
پروانه تمام موضوع را برای شازیا فردا تعریف کرد. او باش به شازیا گفت: گرچه مادرم قبول کرده که من همینجا بمانم، ولی باز من از اینکه با آنها نیستم هم ناراحتم. من از هیچ چیز راضی و خوشنود نیستم، چه با آنها بروم چه اینجا بمانم. شازیا گفت: من هم همینطور، منم از هیچ چیز راضی نیستم، گرچه وقتی که اجناسی را میفروشم و پولی برمی آورم خوشحال میشوم، اما اون لحظه است. گرچه نسبت به قبل که چای فروشی میکردم پول بیشتری در میآورم، ولی هنوز کافی نیست. خانواده هم مرتب گله دارند و ما گرسنه ایم. پس راه حل چیست؟ فقط تنها راه حل این است که یک بمب بزرگ بیفتد و همه چیز را نابود کند. ولی آنها این کار را قبلا کردند و فقط همه چیز بدتر شده است. یکی از خانم‌های گروه خانم برا به اتفاق شوهرش خانواده پروانه را اسکورت خواهند کرد. آنها با یک وانت به مزار شریف خواهند رفت. مادر، خواهر آن مرد و نوریا و مریم و علی بچه‌های خواهر او خواهند بود. نوریا برای آخرین دفعه قفسه‌های آشپزخانه را مرتب و تمیز کرد. او مشغول وارسی دوباره چمدان و وسایلش بود. پروانه کنار او نشسته بود و نگاه می‌کرد. آیا نمی‌ترسی؟ این سفر خیلی طولانی است. نه، من خیلی فکر کردم. تمام چیزها که ممکن است به خوبی نگذرد و مشکل ایجاد کند را بررسی کردم. ولی مادر مرا مطمئن کرد که همه چیز به خوبی خواهد گذشت و من هم خیالم راحت شد. نوریا ادامه داد: ما همگی پشت وانت نشسته و مزار خواهیم رفت. به محض اینکه از منطقه طالبان گذشتیم، من بوقه خود را درآورده آن را به هزاران تکه پاره خواهم کرد. روز بعد پروانه به بازار رفت و برای مسافرت خانواده خریدهای لازم را انجام داد. او می‌خواست که برای نوریا یک کادو بگیرد. این مغازه و آن مغازه می‌گشت. بالاخره یک خودنویس با جعبه زیبایی را خرید. با خود گفت که نوریا از این خودنویس در دانشگاه، بعدها هم در هنگامی که به عنوان معلم مشغول به کار شد، استفاده خواهد کرد. پس در نتیجه او همیشه به این وسیله به یاد من خواهد بود. شب قبل از رفتن مادر به او گفت: ما تمام تابستان را در مزار شریف خواهیم ماند. پس تو با خانم ربرا مؤدب و خوب رفتار کن و هر چه او گفت انجام بده. خانم برا حرف او را قطع کرد و با متانت همیشگی گفت: ما با یکدیگر دوستان خوبی خواهیم بود، نگران نباش. در ضمن تا وقتی که تو برگردی مجله ها هم چاپ شد و از پاکستان برگشته و آماده پخش خواهد بود. صبح خیلی زود بود که مادر و بچه ها آماده رفتن می شدن. اواسط جولای بود. با اینکه نسیم خنکی می وزید، ولی نسیم طوری بود که می گفت هوا گرم و گرمتر خواهد شد. کس دیگری در خیابان نبود. زنها چادر و برقه‌هایشان را محکم پوشیده بودند و فقط چشمانشان پیدا بود. پروانه علی را از قبل از اینکه مادر او را به عقب وانت بگذارد بغل کرد و بوسید و بویید. علی اخمالو و آترخ بود که صبح به این زودی چرا او را بیدار کردند. بعد مریم را بغل کرد و خداحافظی. وقتی که مادر پروانه را بغل کرد و نوازش می‌کرد، با نگرانی به او گفت که ما اواسط سپتامبر برمیگردیم، کاری کن که به تو افتخار کنم. حتما حتما. نوریا در حالی که کادوی زیبا و دوست داشتنیش را در دست محکم داشت، به بالای ماشین پرید و گفت: نمیدانم کجا دوباره یکدیگر را خواهیم دید. پروانه سعی میکرد بغض خود را فرو داده و گریه نکند و گفت: زیاد طول نخواهد کشید. بغض پروانه ترکید و در حال گریه ادامه داد: به محض اینکه شوهر آیندت بفهمد که تو چقدر از خود متشکری، تو را ول کرده و به خانه پیش ما برخواهی گشت. نوریا خندید و خود را جابجا کرد و به همراه برقه‌هایش را منظم کرد. خانم همگروهی و شوهرش در صندلی جلوی وانت نشستند و حرکت کردند. آنها با دست چندین بار با یکدیگر خداحافظی کردند. طولی نکشید که ماشین از نظر دور شد و آنها رفتند. خانم برا پیشنهاد نوشیدن دو فنجان چای را کرد و بعد هر دو رفتند بالا داخل خانه.
چند هفته اول همه چیز برای پروانه غیر عادی و غریب بود. در خانه فقط او بود و خانم ورا و نبش. خلوت و آرام، بدون سر و صدا، وقت آزاد زیاد می آوردن و حوصله‌اش سر می رفت. نه مریم بود و نه علی که با آنها بازی کند و سرگرم باشد و نه نوریا و مادر. کم کم دلش تنگ شد و بعد هر روز او انتظار می کشید و منتظر بود که آنها برگردند. کتاب پدر را از محلی که مخفی کرده بودند بیرون آورد و در اوقات بیکاری آن را می خواند. هر شب به داستانهای خانم ورا گوش می داد. خانم ورا زن فهمیده و دانایی بود و اعتماد کامل به پروانه داشت. یک بار به او گفت که بعضی از دختران همسن و سال تو ازدواج کردن و تو می توانی خودت را به تنهایی زندگی کنی و اگر تو نیاز داشته باشی و بخواهی من اینجا هستم، وگرنه من مشکلی ندارم. خانم ورا از پروانه می خواست که مقداری از درآمدش را برای خودش ذخیره کند و فقط مقداری که برای خرج خانه نیاز است را بدهد. آنها روابط صمیمی و دوستانه‌ای با هم داشتند. بعضی وقتها پروانه و شازیا ولخرجی می‌کردند و برای نهار کباب بازار را می‌خوردند. آنها در ضمن محلی را پیدا کرده بودند برای دستشویی کردن. پس دیگر تمام روز را کار می‌کردند و نیازی به خانه رفتن در نیمه روز را نداشتند. از طرفی پروانه ترجیح می‌داد در پایان روز به خانه برگردد و این برای او بدین معنا بود که یک روز دیگر هم گذشت و انتظار او برای برگشتن خانواده‌اش یک روز به جلو می‌افتاد. یک روز ناگهان رعد و برق شدیدی گرفت، طوفان و سپس رگبار که همه غافلگیر شدند. شازیا از ابر و تاریکی آسمان قبلا حدس زده بود که باران خواهد آمد و زودتر خود را به خانه رساند تا خیس نشود، ولی پروانه آنقدر رنگ نبود و گیر افتاد. دستانش را روی سیگار و خرت‌وپرت‌های سینه‌اش قرار داد و به طرفی دوید و دوید تا به یک ساختمان مخروبه رسید. جای در داخل آن پناه گرفت. تصمیم گرفت تا پایان رگبار همانجا بماند و بعد به خانه برود. تاریکی آسمان داخل ساختمان را تاریک‌تر از معمول کرده بود. پروانه نمی‌توانست داخل را خوب ببیند. زمانی گذشت تا چشمانش عادت کرد. کنار به درب ساختمان تکیه داد و باران را تماشا می‌کرد. پروانه می‌دید که چطور گرد و غبار کابل به گل و لای تبدیل می‌شدند و همه جا را باران می‌شویید و تمیز می‌کرد. طوفان و رگبار او را مجبور کرد که به داخل و داخل‌تر ساختمان برود. او در حالی که مواظب و نگران مین‌های زمینی بود، محل خشکی پیدا کرد و نشست. ریتم موزون باران که به سقف و زمین می‌خورد، موسیقی آرامی شد که او را به خواب برد. وقتی بیدار شد، باران تمام شده بود، ولی آسمان تاریک تاریک بود. با خود گفت باید دیر وقت باشد، چه کار کنم؟ ناگهان صدای گریه دختری را شنید. با تشکر.